سلامی گرم خدمت بینندگان عزیز، داریم حرکت میکنیم به یک کلبه زمستانی با یه سری از دوستامون. اونجا مشارکت عالی خواهیم داشت و انجیل یوحنا رو بررسی خواهیم کرد. کاش شما هم بودید و با ما همسفر میشدید، ولی دوستان به جای شما، با ما باشید. ما دیدیم که یوحنا در باب یک عیسی مسیح رو به عنوان کلمه معرفی کرد و کتاب‌های زیادی من خوندم، ولی هیچ کدوم مثل یوحنا این زیبایی رو در ابتدا نداشتن که اینطور شروع بکنه: در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود، کلمه خود خدا بود. خیلی قوی، محکم، استوار و پیغام رو میرسونه. پس یک بار دیگه یادآوری میکنم، یوحنا هدفش این است که به ما بگه که عیسی مسیح پسر خداست، ذات خدایی داره، آفریده نشده، از ابتدا بود تا ابدالآباد خواهد بود و هر کس که او را قبول بکنه فرزند خدا خوانده خواهد شد و در این خانواده الهی خواهد بود که در باب 3 بیشتر در مورد اون صحبت خواهیم کرد. بعد دیدیم که از آیه 19 یحیای تمیددهنده اومد رو کار و از آیه 19 تا آخر یوحنا باب 1 6 روز بود که یوحنا این 6 روز رو خلاصه کرده در این چند آیه‌ای که گفتیم، از آیه 19 تا 51. حالا در باب 2 آیه 1 اینطور شروع می‌کنه، میگه: و در روز سوم در قانای جلیل عروسی بود و مادر عیسی در آنجا بود. خیلی‌ها بر این اعتقاد هستن که یوحنا بر حسب سبک نگارشش عمدن روز سوم رو اینجا اشاره میکنه. وقتی میگه در روز سوم، منظورش اینه که صحبتی که عیسی مسیح با نتنائیل داشت 3 روز بعد از اون صحبت با نتنائیل که ما خوندیم در آخر باب 1 که یوحنا 3 روز بعد از اون این اتفاق میفته. ولی نمیدونم، خیلی ها برای اعتقاد هستن که نه فقط عمدن روز سوم رو اینجا مینویسه، چرا که روز سوم در مسیحیت معنای قیامت، ببخش، معنای قیام و معنای پیروزی رو داره، بلکه عمدن 6 روز رو خلاصه میکنه در باب 1 و هفتمین روز میشه اولین روز عروسی اینجا. عروسی ها در اون زمان یا سه شنبه یا چهارشنبه شروع میشد و یک هفته طول میکشید. ما فکر میکنیم که بعضی از عروسی ها در بین ارامنه آشوریه و از ما خیلی طولانیه. عروسی یهودیان 7 روز بود و در اکثر مواقع اونها عقد کرده بودن و باز میگم دین و مذهب و در واقع فرهنگ‌های مختلف از یهودیان این رو هم برداشتن، این مورد عقد رو عقد می‌کردن و در این زمان نمیتونستن با هم دیگه هم بستر بشن یا هیچ نوع رابطه‌ای داشته باشن، ولی انگار زن و شوهر بودن ولی یک جا زندگی نمی‌کردن. از لحاظ قانونی با هم دیگه بودن ولی از لحاظ عملی با هم دیگه نبودن. بعد ازدواج میکردن، ازدواجشون جشن بود، در واقع 7 روز جشن میگرفتن. اگه بار اولت بود ازدواج میکردی، ازدواجت سه شنبه شروع میشد. اگه بار دوم یا سوم یا چهارم، پنجم، ششم، هفتم بود، چهارشنبه شروع میکردی. حالا اینجا عیسی مسیح در یک عروسی میره، در قانای جلیل عروسی بود. قانای جلیل یک شهر خیلی کوچیکی است که در جلیل هست. قانا مثلا بگیم کرج، جلیل مثلا استان تهران، قانا مثلا رشت، جلیل مثل استان گیلان یا مازندران استان. پس وقتی این اسامی رو میخونیم زیاد گیج نشیم.
در قانای جلیل عروسی بود و عیسی وارد این عروسی میشه. خیلی ها امروزه وارد عروسی ها نمیشن، میگن ما ایماندار هستیم نباید عروسی بریم. من میگم اگه عیسی مسیح عروسی رفته من که از عیسی مسیح بالاتر نیستم، منم عروسی میرم. نه فقط عیسی مسیح رفت احترام گذاشت، بلکه شرکت کرد و بعدا میبینیم که چطور باعث شادی اونها شد. پس عروسی چیزی هست که در اراده خدا هست. حالا طرز جشن گرفتن مسلما فرق میکنه، ما در مورد گناه صحبت نمیکنیم که گناه باید وارد بشه، ولی لااقل ما میتونیم با حضورمون در خیلی جاها باعث احترام بشیم. یکی از دوستان خانم من که بی ایمان بود یک پارتی گرفته بود، یه جشنی گرفته بود و گفت که این جشن به مناسبت این هست که من 6 سال مدرسه رفتم، دانشگاه رفتم، تمام کردم، الان میخوام جشن بگیرم، جشنم هم در فلانجا هست. اون جایی که جشن گرفته بود همه مست میکردن و تاریک بود و میرقصیدن و لباسای ناجور و جایی یک ایماندار نبود. و من و خانمم خیلی فکر کردیم، گفتیم ما به این دختر بشارت دادیم و در مورد مسیح صحبت کردیم، الان ما رو به عنوان دوستان داره دعوت میکنه به جشن خودش، چیکار بکنیم که هم احترام بگذاریم و هم این که نمیخوایم در چنین جوی باشیم. یه هدیه گرفتیم رفتیم، 10 دقیقه نشستیم، هدیه رو دادیم، گفتیم ما باید بریم یک جای دیگه و اون خودش هم فهمید که منظورمون چی بود و خیلی تشکر کرد، گفت من اصلا فکر نمی‌کردم میومدید ولی واقعا مرسی که احترام گذاشتید. ما میتونیم یک جایی رو پیدا بکنیم که هم احترام باشه به مردم، هم شرکت ما حضور ما باشه و هم این که در گناه هیچ جایی نداشته باشیم و گناه در ما جایی نداشته باشه. بیایید از آیه 1-3 رو بخونیم. و در روز سوم در قانای جلیل عروسی بود و مادر عیسی در آنجا بود و عیسی و شاگردانش را نیز به عروسی دعوت کردند و چون شراب تمام شد مادر عیسی بدو گفت شراب ندارند. عیسی مسیح هم گفت به من چه که شراب ندارند. خیر. عیسی مسیح دعوت شده بود به این عروسی و میبینیم که عیسی مسیح هنوز خدمتش رو شروع نکرده اینجا به طور رسمی، لااقل مردم نمیدونن که خدمتش رو شروع کرده، ولی با این وجود دعوت شده به این عروسی. پس احتمالش خیلی زیاده که این عروسی خانواده بود و از اونجایی که مادر عیسی بعدا میبینیم که یک نقش بسزایی داشت در این عروسی، نشون میده که این عروسی یک خانواده‌ای بود، خویشاوندی بود، قوم و خویشی بود که خیلی نزدیک بودن. حالا یکی از مفسرین اینطور میگفت در تفسیری که خوندم که جالب بود، البته 100% نیست ولی در حد جالب خوبه که در موردش صحبت بکنیم. در یوحنا باب 18 نوشته شده که مادر یوحنا یعنی نویسنده خواهر مریم هست، مادر عیسی. سالومه اسم مادر یوحنا هست، اوکی؟ مادر یوحنا سالومه، مادر عیسی مریم. در یوحنا 18 میگه که سالومه مادر یوحنا بود. در یک جای دیگه میگه که سالومه خواهر مریم بود، که در موقع مصلوب شدن میبینیم که این دوتا با هم هستن، مریم و خواهرش سالومه. اگه این سالومه همون سالومه باشه نشون میده که عیسی مسیح و یوحنایی که انجیل یوحنا رو نوشته پسر خاله هستن. و برای من جالبه چون اگه بگیم پسر خاله هستن، معمولا پسر خاله یا قوم و خویش عیبای همدیگر خیلی زود میگن یا میدونن و خیلی کم پیدا میشه این نفر بگه پسر خاله من خداست، مگر اینکه واقعا خدا باشه. پس حتی حقانیت شهادتش رو به نظر من بالا میبره. یکی از مفسرین اینطور میگفت، میگفت بر حسب تاریخ یهود و فرهنگ یهود، اون کسی که ازدواج میکرد خاله اون شخص مسئول در واقع شراب یا خوراک و هر چیزی که بود، خاله اون شخص مسئول همه اینها بود. پس میزبان میشد خاله این شخص که ازدواج میکرد. حالا اینطور که پیداست مادر عیسی میزبان هست، حالا بعدا میبینیم که نقش میزبان رو بازی میکنه. شاید این عروسی خود یوحنا بود. شاید. باز میگم هیچ اطمینانی در این نیست ولی در حد جالب شاید جالب باشه بدونیم. به هر حال اینجا در این عروسی شراب تموم میشه و مادر عیسی به عیسی میگه که شراب نداریم. آیه 4 و 5 رو بخونیم.
عیسی به وی گفت: ای زن، مرا به تو چه کار است؟ ساعت من هنوز نرسیده است. مادرش به نوکران گفت: هر چه به شما گوید بکنید. عیسی مسیح میگه: ای زن، مرا با تو چه کار است؟ اگه امروز یه نفر به یه نفر، به مادرش مخصوصا بگی ای زن، بی احترامیه. ولی در اون زمان، در اون فرهنگ این خیلی نرمال بود. پس فکر نکنیم که عیسی مسیح بی تربیته اینجا و میگه ای زن. ای زن، مرا با تو چه کار است؟ ساعت من هنوز نرسیده است. ساعت من هنوز نرسیده است. یوحنا به ما یک تقویمی رو میده، ما رو با یک تقویمی آشنا میکنم که انگار عیسی مسیح بر اساس اون تقویم داره حرکت میکنه، انگار در یک وقت خاص باید اتفاق خاصی بیفته و ساعت خاصش رسیده و اگه ساعت خاصش نرسیده اون اتفاق نمیفته. مثلا وقتی عیسی مسیح صحبت کرد در معبد، وقتی دو نفر اومدن دستگیرش بکنن نتونستن دستگیرش بکنن. کلام خدا میگه چون ساعت او نرسیده بود. و یوحنا خیلی برای این مسئله اهمیت میده و در جای مختلف میگه ساعت او نرسیده بود، تا به جایی که وقتی میخواد مصلوب بشه میگه ساعت او رسیده بود. و اینجا عیسی مسیح میگه ساعت من نرسیده است. راستشو بگم، من خیلی مطالعه کردم روی این، هنوز گیج هستم، نمیدونم یعنی چی. چون که عیسی مسیح میگه ساعت من نرسیده است، ولی با این وجود اون کارو انجام میده. مادرش بهش میگه شراب نداریم، یه کاری انجام بده. عیسی مسیح میگه نه، نمیتونم انجام بدم، ساعت من نرسیده، ولی بعد انجامش میده. مثل یک جای دیگه که برادر عیسی مسیح که بهش ایمان نداشت در اون زمان، مسلما برادر ناتنی هست، ولی میگه که در اورشلیم یک جشنی هست، برو خودتو نشون بده، برو چند تا معجزه بکن با مردم، های هوی بکن واسط. بعد میگه نه نمیرم، بعد میره. آیه بعد میگه بعد عیسی رفت. سو بعضی چیزا رو نمیفهمیم واقعا دقیقش منظورش چی هست، ولی چند تا تفسیر در این مورد بوده. من اون تفاسیر رو به شما میگم، خودتون باید تصمیم بگیرید کدوم هست. یکی از تفاسیر که به نظر من تفسیر درستی نیست اینه که میگفت که این شراب عیسی رو به یاد خون خودش میندازه و وقتی که مریم میگه که یه کاری بکن، عیسی مسیح در رابطه با این شراب میگه وقت من نرسیده، به این منظور که وقت من نرسیده که خون من رو بدم برای گناه جهانیان. یک تفسیر است، ولی به نظر من اونقدر تفسیر نزدیکی نیست. تفسیر دیگه این هست که گرچه ساعت عیسی مسیح نرسیده بود، ولی بر حسب فرهنگ اون زمان مادر احترام بسیار زیادی داشت. ما ایران هم اینطوری هستیم، مادر برای ما خیلی مهمه، اشعار زیاد داریم برای مادر. در غرب خیلی کمتر این مسئله پیدا میشه، ولی میگن چون که مادر احترام زیادی داشت، بر حسب اون فرهنگ عیسی مسیح احترام میذاره و اون کار رو انجام میده. نکته سوم میگن شاید یک نمونه‌ای بود که شاید میخواست عیسی مسیح یک درسی بده که حتی اگه ساعت خاص خداوند نیست، ولی اگه شما دعا بکنید یا از او بخواید اون کار انجام میشه. من تمام این تفاصیلی رو که گفتم شخصا خودم قبول نمیکنم راستش، ولی مسئولم که اینا رو بگم. اون تفسیری که برای من خیلی جالبتر، نزدیکتر بود این بود که احتمالش خیلی زیادی که مریم با لحنی صحبت کرده و به عیسی مسیح طوری این جمله رو گفته که گفته عیسی، من که میدونم تو پسر خدا هستی، من که میدونم تو مسیح هستی و بالاخره یه جا باید خودتو نشون بدی و باید جلال بیابی، ده الان وقتشه، الان مخصوصا که شرابم نداریم، یه کاری بکن که خودت هم نشون بدی. عیسی مسیح میگه نه، ساعت من نرسیده که جلال بدم، ولی مسلمان هیچ ربطی به شراب نداره، میره معجزه رو انجام میده. این تفسیر برای من نزدیکترین بود به اون چیزی که فکر میکنم بود. ولی در آیه بعدی میخونم، میگه مادرش به نوکران گفت، آیه 5، هر چه به شما گوید بکنید. اینجا نشون میده که مادر عیسی نقش بسزایی داشت در اینجا، همون میزبانی بود که در موردش صحبت میکردیم قبلا. چرا که نوکران رو میشناخت، نوکر یعنی کارکن در واقع، کارگران رو میشناخت اونجا و نه فقط میشناخت، بلکه میتونست بهشون بگه چی کار بکنید و اونو گوش میکردن، جر و بحثی نبود، پس میزبان بود. در آیه 6 میگه در آنجا 6 قدح سنگی بر حسب تطهیر یهود نهاده بودند که هر یک گنجایش 2 یا 3 کیل داشت. عیسی به ایشان گفت قدح ها را از آب پر کنید و آنها را لبریز کردند.
پس بدیشان گفت الان بردارید و به نزد رئیس مجلس ببرید. پس بردند، چون رئیس مجلس آن آب را که شراب گردیده بود بچشید و ندانست که از کجا است، لیکن نوکرانی که آب را کشیده بودند میدانستند. رئیس مجلس داماد را مخاطب ساخته بدو گفت هر کسی شراب خوب را از اول می آورد و چون مست شدند بدتر از آن، لیکن تو شراب خوب را تا حال نگاه داشتی؟ و این ابتدای معجزاتی است که عیسی در قانای جلیل صادر گشت و جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش به او ایمان آوردند. تا آخر آیه 11 رو خوندم. اینجا نکات خیلی ظریفی است که ما بهش اشاره خواهیم کرد. اولا اینکه در آیه 5 وقتی مادر عیسی به نوکران میگه هر چه به شما گوید بکنید، من فهم کنم که همه ما انسان‌ها احتیاج داریم که به مادر عیسی گوش بکنیم. هر چه عیسی میگه گوش بکنید. در آیه بعدی میگه در آنجا 6 قدح سنگی و میگه برای چی؟ بر حسب تطهیر یهود نهاده بودند. یعنی میگه 6 قدح سنگی، 6 تا کوزه در واقع، که اینا رو مخصوص برای مراسم مذهبی استفاده میکردن، توش آب میریختن، دستاشون رو میشستن، بعد مراسم مذهبی رو انجام میدادن. مراسم مذهبی 6 قدح سنگی. یوحنا داره باز با رمز و رموز با ما صحبت میکنه. 6 نشانه کم بودن هست، نشانه انسان هست، نشانه گناه هست. در کلام خدا میبینیم که هفتمین روز بود که همه چیز تمام شد. 7 نشانه کاملیت هست. در مکاشفه در مورد 7 زیاد میخونیم. در مورد 6 میبینیم که میگه 666 شماره در واقع ابلیس، دجال، شماره دجال هست. یعنی گناه کامل، یعنی کم کامل، کاملا انسان، کاملا گناه، کم بود داره درش. 7 نشانه خدا هست. به هر حال اینجا میگه 6 قدح سنگی، یک اشاره میکنه به کم بودن، به اینکه ما احتیاج داریم. قدح سنگی بر حسب تطهیر یهود. اینجا در واقع یوحنا میخواد بگه که ببینید این شرایط شما انسان ها هست. الان شما در گناه هستین، در کمبود هستین، قلب شما سخت هست، سنگی هست، مثل این کوزه های سنگی سنگ شده، و فقط کاری که میتونید انجام بدید مراسم مذهبیه که خدا در اون مراسم نیست، فقط برای تطهیر، فقط برای اینکه دستاتونو بشورین، برای اینکه صورتتونو بشورین، برای اینکه بیرون رو بشورین، پاک بکنید استفاده میکنید، ولی درون رو نمیتونید بشورید. پس اینجا یوحنا در این چند آیه داره به ما به مذهب اشاره میکنه و عیسی مسیح عمدن فکر میکنم اولین معجزه رو در قانای جلیل انجام میده. اولا قانای جلیل خیلی کوچیک بود و معمولا سیستم خدا این است که از جای کوچیک استفاده میکنه، از اشخاص کوچیک استفاده میکنه. من خودم رو خیلی خیلی کوچیک میبینم، راستشو بگم. من همیشه فکر کردم که صحبت کردن بلد نیستم، تا به الان هم همینطور فکر میکنم. یک در واقع یک سخنگوی خیلی عالی نیستم، خیلی خیلی نرمال، یا خواننده خیلی عالی نیستم، خیلی عادی. خداوند از اون عادی، از اون کوچیکا، اتفاقا از اونجایی که خودتو خیلی ضعیف احساس میکنی، از همونجا استفاده میکنه که خودش جلال بیابه، که تو همیشه کوچیک و پایین بمونی و تو فروتن بمونی که خداوند جلال بیابه، که مغرور نشیم. از غانا استفاده میکنه، از مریمی که ساده است استفاده میکنه، از طریق مریم وارد این جهان میشه، از یوسفی که ساده بود، دهاتی بود، میشه پدرش، در یک آخور که خیلی پست بود در اونجا متولد میشه. فرشتگان به کی ظاهر میشن؟ به شبانان. این همه افراد بودن با شغلای مختلف، ولی چرا شبان؟ چون که پسترین بود، پایینترین بود. در هر جا که میبینیم خداوند با پایینها کار میکنه. چرا؟ چون که فروتن هستن. متی باب 5 آیه 3 میگه که خوشا به حال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. اگه مسکین هستی در روح، ملکوت آسمان از آن تو است. اینجا ما در این 5 دقیقه‌ای که داریم چند تا نکته میخوام باز اینجا اشاره بکنم. اینجا عیسی مسیح میخواد به ما بگه، یا در واقع یوحنا از طریق این پیغامی که در اینجا مینویسه میخواد به ما بگه که
در مراسم مذهبی خشک دلهای ما سخت میشه، هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ تطهیری نیست، فقط خارجی درونی نیست، ولی عیسی مسیح میاد که ماهیت ما رو عوض بکنه، میاد درون ما رو عوض بکنه. آبی که میتونه بگنده، هر چقدر بمونه بیشتر میگنده. آب مثل چیزهای زودگذری هست که میتونه نابود بشه، از بین بره، بو بگیره، ولی شراب هر چقدر میمونه ارزشش هم بیشتر میشه، قیمتش بالاتر میره، مزهش هم جالبتر میشه. و هر جا که ما در کلام شراب رو میبینیم، شراب تشبیه شده به شادابی، به نشاط، به روح القدسی که این شادابی رو به ما میده. شاید برای همین هست که یوحنا در ابتدا شروع میکنه با در روز سوم، ما رو به یاد شادابی قیام میندازه، چون قیام شادابی ما هست. اگه قیام نبود صلیب خیلی ناراحت کننده هست، ولی قیام هست پیروزی و شادی ما. در روز سوم و چند آیه بعد میرسه به شراب، و شراب اونها تموم شده بود. اینجا یک نکته میتونیم بگیم. ببینید، دنیا وقتی که به شما یه چیزی رو میده، میتونه یک چیز زودگذر باشه که درش شادی هست، میتونه پورنوگرافی باشه، میتونه هروئین باشه، میتونه تریاک باشه، میتونه مواد مخدر باشه، میتونه هر چیز دیگه، میتونه دختر پسر باشه، موارد جنسی باشه، چیزهایی رو به ما میده بعضی موقع که ما بهش عادت میکنیم، ولی وقتی بهش عادت میکنی تمام میشه و احساس میکنی که احتیاج داری، بیشتر میخوای، ولی نیست. مثل این عروسی که اون طرف میگه که بابا این شراب خوب رو معمولا اول میارن، شما شراب خوب رو آخر آوردی. عیسی مسیح روشش فرق میکنه با دنیا. وقتی که دنیا هیچی نداره برای دادن، وقتی شرابش تموم شده، عیسی مسیح میاد شراب تازه‌ای میده که کیف میکنی وقتی رو مزه میکنی. هر وقت عیسی مسیح یک معجزه‌ای کرده، مخصوصا در یوحنا، یوحنا هر معجزه‌ای رو که نوشته درش یک پیغامی رو نوشته که خیلی عمیق‌تر از خود معجزه هست. و در واقع معجزه یک کلمه اشتباهیه که ما به کار میبریم. در زبان‌های مختلف خیلی اشتباه تفسیر شده، ترجمه شده. در است ترجمه اصلیش نشانه هست، نه معجزه. نشانه، نشانه از اسمش پیداست. اولین نشانه‌ای که خداوند انجام داد این بود. نشانه یعنی داره اشاره میکنه به یک چیز دیگه. هر معجزه‌ای که خداوند انجام داد اشاره‌ای بود، نشانه‌ای بود به یک چیز عمیق‌تر. و اینجا اشاره میکنه به اینکه عیسی مسیح اومده که مذهب رو باشکاری نداشته باشه. و مذهب میگه مثل 6 قدح سنگی هست، ولی عیسی مسیح اومده که این شادابی رو به ما بده از طریق ایمان ما به عیسی مسیح. و در آیه 11 میگه اینها رو کرد که شاگردانش به او ایمان بیارن. اولین معجزه عیسی مسیح در یک عروسی اتفاق افتاد، آخرین معجزه عیسی مسیح در مراسم ختم وقتی ایلازر رو زنده کرد. و کارهای مسیح خیلی جالبه. وقتی به خروج باب 7 نگاه میکنیم، میبینیم که یکی از معجزاتی که موسی انجام داد، اگه اشتباه نکنم اولین بود، معجزه‌ای بود که آب رو به خون تبدیل کرد، که نشانه محکومیت بود. خداوند عصبانی شده بود و داشت محکوم میکرد اونها رو. ولی اینجا عیسی مسیح داره نشون میده فیض رو، همونی که در موردش خوندیم در باب 1. عیسی مسیح فیض و راستی رو بود، موسی شریعت رو بود. اینجا آب دیگه به خون تبدیل نمیشه، آب به شراب تبدیل میشه. من چقدر خوشحالم که ما در دوره زندگی میکنیم که آبها به خون تبدیل نمیشه، بلکه آبها به شراب تبدیل میشه و زندگی ما میتونه پر از شادابی بشه. اگه قلب تو مثل سنگه، اگه فقط در مراسم مذهبی شرکت میکنی، پر از خالی هست، اگه اون چیزی که داری فقط بیرون تو رو تمیز میکنه، الان وقتشه که وقت تو، که دل تو، قلب تو به عیسی مسیح بسپاری که از درون بتونه تو رو عوض بکنه، تو رو شاداب بکنه و در زندگی تو وارد بشه.
خدا شما رو برکت بده.